بینندگان عزیز، مهمان امشب ما چهره ایست آشنا برای اغلب شما. ایشون در قسمت شعر برنامه ایران من قبلا ظاهر شدن و مطمئنن شما کنجکاو بودید که ببینید که این خانم که این اشعار رو به این زیبایی اجرا میکنن کی هستن. خانم گیتی نجفی، سلام. سلام علیکم. به برنامه ما خوش آمدید. خیلی متشکرم. خانم نجفی، شما ممکنه که برای بینندگان عزیز ما توضیح بدین که چند سالی که در آمریکا هستید، سابقه کاریتون در زمینه‌های هنری چی هست؟ بله، من حدود 4 سال هست که آمریکا اومدم. قبل از اون 10 سال در اسپانیا زندگی می‌کردم و 10 سال قبل از اون در نروژ زندگی می‌کردم. و از وقتی که 5 سالم بود اولین بار در رادیو تهران در برنامه بچه‌ها اونجا برنامه اجرا کردم و بعد از اون همینجوری کشورهای مختلف که بودم بالاخره این برنامه خوندنم و موسیقیم رو ادامه دادم تا حالا رسیدم آمریکا. بله، خیلی ممنون. میدونم که شما یک سی دی رو منتشر کردید به نام Charm of the Rose. توضیح بدین که اصلا این آهنگ ها چی هست، از کجا اومده؟ بله، این سی دی یک همینجوری که گفتین Charm of the Rose یک گلچینی هست از آهنگ هایی به زبان های مختلف و سبک های مختلف، از جمله زبان فارسی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی و سبک های مختلف موسیقی مثل موسیقی اصیل ایرانی، فلامینکو اسپانیا و مدرن پاپ. و چرا ما این سی دی رو به این زبان‌های مختلف و سبک‌های مختلف درست کردیم؟ هدف این بود که یک موسیقی رو ارائه بدیم به مردم که هر کسی در هر جای دنیا که هست و هر فرهنگ و هر زبانی که داره بتونه یک احساس نزدیکی با این آهنگا بکنه. و همونجوری که در الواح آثار باهایی گفته شده، همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار، همه اهالی این کره زمین مثل امواج یک اقیانوس هستیم و مثل گل‌های یک باغ. اگر که وارد یک باغ بشیم و این باغ پر از گل‌های مختلف، پر از گل‌های باشه که از یک رنگ و بو باشن و یک مدل باشن، خب اول خیلی به نظر زیبا میرسه ولی بعد از یه مدتی خیلی چشم رو خسته میکنه. ولی برعکس اگه وارد یک باغی بشیم که این باغ از گل‌های مختلف با رنگ‌ها و بوهای مختلف باشن، خیلی جذاب‌تر هستش. به همین نسبت هم ما اهالی این کره زمین، هرچند که زبان‌های مختلف داریم، فرهنگ‌های مختلف داریم، عقیده‌های مختلف داریم، ولی بایستی که همان مثل اون گل‌ها نگاه بکنیم همدیگر رو و ببینیم که هر کدوممون یک رنگ و بو و زیبایی خودمون داریم. خیلی ممنون. Charm of the Rose. خب این اشعار این رو کی ساخته؟ اشعار این تمام این آهنگا از روی الواح و آثار و کتاب‌های باهایی هستش. مخصوصاً از روی یکی از این کتاب‌ها که اسمش هست کلمات مکنونه، که کتاب مورد علاقه من هستش و این کتاب مثل یک کلیدی بود برای باز کردن قلب من سال‌های پیش به دنیای روحانی. خانم نجفی، ممکنه که برای بینندگان عزیز ما توضیح بفرمایید که شما چطور به زبان اسپانیایی علاقه پیدا کردید؟ چون در طول برنامه‌های آینده مطمئناً بینندگان عزیز با هنر خواندن شما به زبان اسپانیایی هم آشنا خواهند شد. چطور شد که به اون زبان آشنایی پیدا کردید؟ همینجوری که خدمتتون عرض کردم، من قبل از اینکه بیام آمریکا 10 سال اسپانیا زندگی می‌کردم و واقعا یکی از بهترین دوران زندگیم بود، برای اینکه باعث شد که من با این زبان و این فرهنگ آشنا بشم و آشنا شدم با زبان اسپانیایی، با موسیقی اسپانیایی، فلامینکو و با رقص اسپانیایی. و this is که این مثل پشن من میمونه، اسپانیایی و رقص اسپانیایی و آهنگ اسپانیایی.
como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, estoy vivo enamorado desde que te vi. چطور شد که به رقص، حالا من میدونم که شما خوندنش به هر حال یاد گرفتین، شما انواع و اقسام هنرها رو مثل این که به هر حال ترای کردین؟ بله، البته میگم هنر اولیه، اگر که هنر اسمشو بذاریم، البته همین خوندن هست که من خیلی به اصطلاح پشنت هستم راجبش. ولی میگم مدتی که در اسپانیا زندگی کردم، این رقص اسپانیایی فلامینکو خیلی مورد توجهم قرار گرفت و خیلی علاقه‌مند شدم بهش. از این رو تصمیم گرفتم که یاد بگیرم، چون اگر که بدونین رقص اسپانیایی، چون عرب ها 700 سال در اسپانیا حکومت میکردن و وقتی که به جنوب اسپانیا رسیدن، جیپسی ها با جیپسی ها، عرب ها و جیپسی ها با هم دیگه، جیپسی ها وقتی به جنوب اسپانیا رسیدن، با عرب ها این فرهنگشون قاطی شد و این رقص فلامینکو، اگه توجه بکنید، خیلی از حرکت هایی که ما شاید در رقص ایرانی داریم داره، ولی خب با یه مدل دیگه نسبتاً، دیگه یه به اصطلاح مخلوطی هست از این دوتا فرهنگ و واسه همین خیلی قشنگه و من تصمیم گرفتم که به خوندنم رقصیدنم اضافه بکنم. خیلی ممنون خانم نجفی. من مطمئن هستم که بینندگان عزیز از هنرهایی که شما به هر حال بهشون ارائه خواهید کرد لذت خواهند برد. میدونم که شما آهنگهای زیادی رو به زبان فارسی هم به هر حال تهیه کردید که اونها هم در طول این برنامه ها به هر حال پخش خواهد شد. هنر شما در زمینه شعرخوانی هم به هر حال نباید از قلم بیفته و مطمئن هستم که بینندگان عزیز طی ماه‌های اخیر این برنامه ها رو دیدند و میدونن که خانم نجفی در اون زمینه هم به هر حال فعال هستن. خیلی متشکرم. اجازه فرمایید که نظر شما رو به یکی از آهنگ های خانم گیتی نجفی که به اتفاق آقای حمید حبیبی اجرا کردن از حضرتون بگذارم. بارون